الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه وتعالى في مدح حبيبه ونبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خداوند منان را سپاسگزاریم و شکر میکنیم که باز هم خدای تبارک و تعالی برای ما و شما توفیق داد و لطف و مرحمتش را شامل حال ما و شما گردانید تا اینکه به خاطر ادای فریضه عظیم و بزرگ الهی که نماز جمعه هست در خانه او حضور پیدا کنیم و دعا کنیم که خداوند منان برای همه ما و شما محبتهای خاصه خود را عنایت بفرماید و این قدمها و گامهایی که برداشتیم و برای رضای الله تبارک و تعالی در خانه او حاضر شدیم، خداوند در برابر هر قدم و هر گامی که برداشتیم و آمدیم اجر و مزد عظیم و بزرگی برای ما و شما عنایت بفرماید. خدای تبارک و تعالی بنده های خود را دوست دارد و الله نمی خواهد که بنده از بندگان او به سمت و سو و مسیری که راه های او نیست حرکت کنند، بلکه خدای تبارک و تعالی دوست دارد که بندگان او در راه و در مسیری که او برای هدایت و راهنمایی بنده های خود تعیین کرده است حرکت کنند. قرآن هم به همین نکته اشاره می کند و می فرماید الله تبارک و تعالی که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. الله تبارک و تعالی ما مسلمان ها را در عالم مخاطب قرار می دهد و می فرماید که یا ایها الذين آمنوا، این بیانگر ازی است که الله تبارک و تعالی بنده های خود را دوست دارد که با چنین کلمات زیبا و خوب مخاطب قرار می دهد. اما امتهای گذشته و ملتهای گذشته را خدای تبارک و تعالی با چنین کلمات مخاطب نفرموده است. مثلا می فرماید که یا اهل الكتاب، یا اهل الكتاب. اما الله تبارک و تعالی ما و شما را دوست دارد، امت محمد صلی الله علیه و سلم را الله دوست دارد که با چنین کلمات زیبا و خوب الله مخاطب قرار می دهد و می فرماید که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما دعوای ایمان دارید، دعوای ایماندار بودن را می کنید، ادخلوا فی السلم کافه، شما می فرماید که در اسلام به صورت کامل داخل شوید، به صورت کامل، ادخلوا فی السلم کافه، در اسلام به صورت کامل شما داخل شوید. سلم دو معنا دارد، یکی سلم به معنای اسلام است که شما در اسلام به صورت کامل داخل شوید و دیگر سلم به معنای صلح است. الله تبارک و تعالی این نکته را برای ما و شما بیان می کند که شما وقتی که ایمان آوردید به الله و رسول و کتابهای آسمانی و پیامبران الهی و بعث بعد الموت و قضا و قدر و تمام اینها، پس از ایمان الله همیشه احکام را متوجه ما و شما مسلمان ها در عالم می سازد.
یک وقتی که شما دعوای ایمان دارید و ایمان به الله و رسول و کتابهای آسمانی و اینها دارید، پس از ایمان ای احکام را در زندگی خود مراعات کنید. چنین نباشد که هر آنچه که خوش شما آمد، هر آنچه که موافق میل شما بود، هر آنچه که به طبع شما سازگار بود او را قبول کنید و آنچه که مخالف عقیده و مخالف خواهشات نفسانی شما بود او را شما ترک کنید. اسلام چنین چیزی را قبول نمی کند. می فرماید که پیش از اسلام حضرت عبدالله ابن سلام یکی از علمای بزرگ و کلان یهود بود که بعداً مشرف به اسلام شدن. میگه وقتی که مشرف به اسلام شد، معمولاً در دین یهودیت اونها روز شنبه را تعظیم میکردن و گوشت خوردن گوشت شتر حرام بود و گوشت شتر را نمیخوردن، حرام بود. اما وقتی که حضرت عبدالله ابن سلام مشرف به اسلام شدن، گفتن که نه، بعد اما روز شنبه هم باید تعظیم شود و گوشت شتر با وجود اینکه در دین یهودیت حرام بود، در دین اسلام حلال است، بهتر است که ای هم خوردن نشود، ترک شود. الله تبارک و تعالی متوجه می سازد که متوجه باش، هر آنچه که نفس تو بخواهد، هر آنچه که خواهشات باشد. البته حضرت عبدالله ابن سلام به نیت ازی که کار خیر و نیک و خوب انجام داده است، نه کار بد، اما آنچه که مطابق و موافق اسلام نیست او را الله قبول ندارد. ولو اینکه شاید ما فکر کنیم که این یک کار خیر و نیک و خوب است که در امتهای گذشته بوده است، اما اسلام چیزی را میپذیرد که الله و رسول دستور داده است، نه منهای دستور الله و رسول. امو چیز اسلام قبول میکند از پیروانش، نه هرچی که ما از خود بسازیم و به اسلام منسوب کنیم. این چیزها را اسلام عزیز قبول نمیکند و نمیپذیرد. به این خاطر است که الله تبارک و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. وقتی که در دین اسلام آمدی، مشرف به اسلام شدی، دیگر تمام رسم و رسومات و هر آنچه که در دین یهودیت انجام میدادی ترک کن. تعظیم روز شنبه و خوردن گوشت شتر که حرام بود، تمام اونها را دیگر ترک کن. هر آنچه که اسلام و قرآن برای تو دستور میدهد تو امور اجرا کن در زندگی خود. الله همین این نکته را برای ما و شما بیان میکند که متوجه باشین. میفرماید که در اسلام به صورت کامل داخل شوید، به صورت کامل تمام اعضا و جوارح شما، گوش شما، چشم شما، بینی شما، دست شما، پاه شما، تمام اعضا و جوارح شما، روح و روان و مغز و تفکرات شما باید مطابق اسلام باشد. میگه چنین نباشد که دست و پاه و گوش و زبان و هر اعضا و جوارح شما مطابق اسلام حرکت کند، اما مغز شما، فکر شما، تفکر شما و اندیشه شما مخالف اسلام و قرآن و دین باشد. بعد بالعموم شما در اسلام بفرماید که داخل شوید. بسیار کس هستند که اندیشه اسلامی ندارند، فکر اسلامی ندارند، مغز اونها، روح روان اونها با اسلام مطابقت ندارد. هر لحظه میخواهند که علیه اسلام توطئه کنند، توطئه بپا کنند. این یک تعبیرش. تعبیر دیگر از سلم ای است که شما یک قسمت از دین میپذیرید و یک قسمتی که موافق و مطابق میل و خواهش شما نیست او را رها میکنید. مگه اسلام اوتو نیست، اسلام یک برنامه کامل برای زندگی بشر هست، برای زندگی انسان هاست، از تمام جنبه، از لحاظ اعتقادات و بحث عقاید. بعد یک انسان مسلمان فکر کنه، تفکر کنه، جستجو کنه، بیندیشه که کدام جای زندگی ما، کدام بخش از عقیده ما مخالف اسلام و قرآن و دین هست، او را باید ترک کنه. هر آن در بحث اعتقادات، در بحث معاملات، در بحث معاشرات، حتی در بحث حکومت و سیاست و تجارت و صنعت و تمام اینها، اسلام عزیز برنامه های خود داره، راهکارهای خود برای ما و شما پیشکش میکنه. چنین نیست که یک
عقیده بد و یک نظر بد در بین مسلمان ها است که اسلام جاش مساجد، اسلام جاش خانقاه ها، اسلام جاش تکیه خانه ها باید باشد. بیرون از مسجد و خانقاه ها و از عموم محوطه محصوره ای که ما مسلمان ها تصور داریم، باید اسلام در بیرون حاکمیت نکند. نه، باید اسلام در تمام مراحل زندگی ما مسلمان ها باید حاکمیت داشته باشد. نه اینکه مسلمان هستیم نماز نمیخوانیم، روزه نمیگیریم، اخلاق رعایت نمیکنیم، منافقت میکنیم، که متاسفانه در این دور و در این عصر حاضر هیچ انسان شناخته نمیشود که البته اسلام تفکیک میکند، اسلام تمام این مسائل برای ما شما یک به یک بیان میکند که در پیش رو یک چیز هستیم اما در پشت سر یک چیز دیگه هستیم. خنجر میزنیم، قسمی که منافقین صدر اسلام چنین میکردن، ما مسلمان هم عین شکل همو حرکات انجام میدیم. در پیش رو بسیار یک توصیف و تمجید و تعریف میکنن اما در پشت سر خنجر به پیکر اسلام میزنن. الله تبارک و تعالی، ما شما حتما سوره بقره را خواندیم، الله در پنج آیه اول متقین تعریف میکند، بعد در دو آیه صفات کفار قرآن بیان میکند، در 13 آیه مسلسل اوصاف منافقین خدا بیان میکند. چرا؟ چون به خاطر اینکه منافقین بسیار خطرناکن. در لباس دوست، در لباس دوست ریشه و پیکره اسلام از ضربه وارد میکنن، بسیار خطرناکن. میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. میگه بعضی از این منافقین میگه که چی میگن؟ ما ایمان به الله و به روز آخرت داریم، اما الله میفرماد که و ما هم بمؤمنین، یا دروغ میگن، اصلا ایمان ندارن به روز آخرت و به الله و رسول. یخادعون الله، میگه ایا میخوان که الله را فریب بدن، و ما یخدعون الا انفسهم، الله را هم کسی فریب داده میتونه؟ کسی توانی از این را داره که با دین الله از در مکر و حیله و نیرنگ داخل شود؟ چنین توانی را هیچ کس ندارد. میگه و اذا خلو، آیات که بسیار طولانی است، آیات ادامش میفرماد که و اذا خلو الی شیاطینهم، اگر مشرکی، اگر در صدر اسلام و چنین کار را انجام میدادن، اما امروز به مراتب مسلمان ها ای عمل کرد زشت و بد و ناجائز در بین مسلمان ها چنان شدت پیدا کرده است که شاید دست منافقین صدر اسلام اینها بشویند. پیش رو یک گپن، پشت سر یک گپ دیگه هستند. همیشه هدف همه اینها توطئه علیه اسلام است. اما قرآن میفرماید که و اذا خلو الی شیاطینهم، وقتی که اینها خلوت میشن با امور رهبرا و حکام و کلانای خود، چی میگن؟ قالوا آمن و اذا خلو الی شیاطینهم قالوا انا معکم، قالوا انا معکم، ما همراهی شما هستیم. مسلمان ها را فریب دادیم، مکر و حیله و نیرنگ در برابر مسلمان ها ما جور کردیم. به هر حال الله تبارک و تعالی این نکته را میخواد برای ما شما بیان کنه که اگر مسلمان هستی، دعوای اسلام داری، دعوای مسلمانی داری، باید به صورت کامل در اسلام داخل شوی. اخلاق رعایت کن، معاشره رعایت کن، زندگیت باید مطابق اسلام باشد. چنین نباشه که نماز میخوانی، روزه میگیری، اما 1000 منافقت و رذالت هم میکنی، در معاملات سود میخوری، تمام عیاشی و بدماشی دنیا را میکنه، پس در اسلام به صورت کامل داخل نشدی. اینجاست که شکست ما مسلمان ها در عالم شروع شده است، که فقط در عصر حاضر، در زمان حاضر، تنها مسلمان ها اکتفا فقط به دو رکعت نماز میکنن. میایم بالای او حدیثی که رسول صلی الله علیه و سلم برای ما شما بیان فرمودن، میفرماد که رسول صلی الله علیه و سلم بیان فرمودن که حضرت ابی هریره روایت میکند، میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روزی در جمع اصحاب حضور داشتن، فرمودن که اتدرون مل مفلس، آیا شما میدانید که آدم مفلس چی کسی است؟ میشناسید مفلس چی کسی است؟ بعضی از اصحاب فرمودن که قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع، چون طبق عادت و طبق همون روالی که در او وقت بود، و مفلس این قسم یک تعبیر فرمودن، گفتن که مفلس کسی است که در بین ما پول نقد نداشته باشد، صاحب و مالک پول و پیسه نقد نباشد، ولا متا، و آنچه که پول نقد به وسیله او حاصل میشه
جواهرات است و زمین است و غلام است و حدم و خشم است و امثالهم جواهرات و اینها. فرمودند که مفلس کسی است که در بین ما نه پول نقد داشته باشد که مالک و صاحبی از او باشد و نه آنچه که از او استفاده کند، چیزهایی که ذکر شد. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که نه، مفلس این انسان نیست. ایره ما مفلس نمیگیم، مفلس به این شخص گفته نمی شود. فرمود که ان المفلس من امتی، فرمود که مفلس از جمله امت من کسی است که، البته از جمله امت اجابت ندعوت، گرچه مفلس شاید در دنیا پول و پیسه و متاع و اینها داشته باشد، اما رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که نه، این مفلس نیست. مفلس کسی است که من یأتی یوم القیامه، می‌فرماید که مفلس کسی است که روز قیامت خدا او را احضار می‌کند، همه چیز دارد، به صلات، نمازهای طولانی خوانده است، شب بیداری کرده است، پنج وقت نماز فرضش ترک نبوده است، نماز چاشت و اوابین و زها و تراویح و به هر حال تمام اینها را ادا کرده است و صیام، روزه ماه مبارک رمضان را هم گرفته است، البته تنها از خوردن و نوشیدن و اینها پرهیز کرده است، دیگه همه اعمال انجام داده، زکات فرضی و نفلی را هم این انسان ادا کرده است، اما در پهلوی این نمازهای طولانی و روزه و زکات و اینها، در پهلوی اینها این گناه ها را هم انجام داده است. یک، و یأتی قد شتم هذا، در حالی در محضر الله حاضر می شود که هر لحظه و هر ثانیه از زبانی که باید قرآن تلاوت می شد، ذکر و یاد الله می شد، از این زبانی که کلمات خوب بیرون می شد، غیبت کسی نمی شد، تهمت به کسی نمی شد، حق مردم تلف نمی شد، سخن نیک و خوب می گفت که هم به نفع دین و دنیای ایمی بود، می فرماید که این نماز و روزه و زکات هم انجام داده است، اما در پهلوی اینها این انسان بد زبان و بد حرف و بد گپ بوده است، همیشه زشت بوده است، انسان خوش اخلاق و خوش طبیعت و چیزی که اسلام دستور داده است او را اجرا نمی کرده است، همیشه به زبانش کلمات زشت و بد بوده است که اگر با انسان روبرو می شده است غیر از فحش و داد و دشنام چیزی دیگر به کسی نمی گفته است. یک، دو، و قذف هذا، به یک برادر به یک خواهر مسلمانش همیشه تهمت زنا می زده، تهمت رشوت خوری می زده، تهمت سود می زده، هزارها صدها و هزارها تهمت دیگر را در حق خواهر و برادر مسلمانش میگه این انجام میداده است در سرزمین دنیا. و اکل مال هذا، و اکل مال هذا، میگه مال انسانی را همیشه میخورده است، بالباطل، بناحق، بناحق مال مردم هم میخورده. قرآن میفرماید که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه شما مال همدیگر را در بینتان به صورت نامشروع نخورید، مال همدیگر را از طریق نامشروع و ناجائز، مال همدیگر را میگه در بینتان به صورت ناجائز نخورید. دیگه چی کار میکرده؟ وصفک دم هذا، ای در مملکت ما و شما به وفور دیده می شود که به خاطر 10,000 افغانی، به خاطر یک موتر، به خاطر بسیار یک چیزی اندک انسان می کشن. و صفک دم هذا، میگه این خون می ریزند، از خون. رسول صلی الله علیه وسلم در حدیثی می فرمایند که میگه تم از بین بردن لزوال دنیا، چقدر تهدید میکنه رسول صلی الله علیه و سلم، ای کاش ما به این احادیث گوهربار رسول صلی الله علیه و سلم عمل میکردیم. میگه لزوال دنیا اهون عند الله من قتل رجل مسلم، پیش الله از بین بردن دنیایی که ما و شما در او زندگی میکنیم ای آسانتر است که در یک لحظه خدا دنیا را کن فیکون کند، اما قتل یک انسان مؤمن مسلمان پیش الله از این تباه کردن دنیا سختتر است. خود مسلمان هم میگیرن، میگن فلانی پنج وقت نماز است، روزه هم میگیرد، زکات هم میده، اما در دلش بغض است، کینه است، انسان کش است، آدم کش است، انسان را میکشد به خاطر مال و متاع اندک دنیا. این حدیثی است که امام مسلم روایت کرده است، میفرماید که وصفک دم هذا، خون انسان میریزاند، انسان میکشد. البته او هم انسان بود، طفل داشت، زن داشت، به هر حال قوم و اقربا و خویشاوندان داشت،
اما خون انسان میگه میرزند دیگه چی میکنه؟ وزر به هازا یک انسان ضعیف و مظلومه که تکاری میکند آبروش میرزند حد که حرمت در حق یک برادر و یک خواهر مسلمانش میکند. خب چنین انسان فردای قیامت نتیجه چی خواهد شد؟ گفتم که روزه هم میگیرد، زکات هم میدهد، نماز هم میخواند، در پهلوی ای کارهای خیر اینهی پنج شش کاری که خدا نمیبخشد او را در پهلوی ای کارهای خیرش ای کارهای بد را هم میگه ای انسان ظالم و مستکبر انجام میده. خب فردای قیامت چی خواهد شد؟ میگه فیعطی هذا من حسناته و هذا من حسناته. میگه این انسان ظالم، این انسان از خدا نترس، انسانی که حد و حدود الله را زیر پا گذاشت و از قانون و از محدودهی که الله تعیین کرده بود فراتر پاشا گذاشت، میگه فردای قیامت این ظالم و این مظلوم میگه خدا احضار میکنه، میگه فیعطی هذا من حسناته، میگه داده میشود به این مظلوم از حسنات و از نیکی هایی که این ظالم در سرزمین دنیا انجام داده است. چی بدبختی و چی نگونبختی برای یک انسان مسلمان است که فردای قیامت خدا انسان مظلوم احضار کند و تمام نیکه های ظالم از ظالم بگیرد و با مظلوم تحویل بدهد خدای تبارک و تعالی. و هذا من حسناته. با مظلومین دیگر خدا چنین چرا معامله میکنه؟ میگه فإن فنیت حسناته، وقتی که میگن نیکه های انسان ظالم خلاص شد و تمام شد، قبل ان یقضا ما علیه، میگه پیش از این که داده شود آنچه که بر از حق حقوقی که از مظلوم بالای ظالم است، میگه پیش از این که حق حقوق مظلوم از ظالم گرفته شود، تمام نیکی ها و خوبی هایی که این ظالم و این ستمگر در دنیا بالای مظلومین و محرومین و محکومین انجام داده است، میگه پیش از این که این خوبی ها و نیکی های ظالم خلاص شود، میگه اخذ من خطاياهم، میگه رسول صلی الله علیه و آله میفرماید که گرفته می شود از سیئات و از بدی های کسانی که حقشا در دنیا، یعنی حق مظلومین و محکومین که ظالمین تباه کردن و زیر پا کردن، میگه الله تبارک و تعالی فردای قیامت اخذ من خطاياهم، میگه گرفته می شود از بدی ها و از سیئات مظلومین، فطرحت علیه، میگه ای بر بالای ظالم میگه گذاشته میشود ای جزای تو که در دنیا چنین عمل بد و زشت را میگه تو مرتکب شدی. بعد چی میکنه الله تبارک و رسول صلی الله علیه و آله میفرماید که ثم طرح فی النار، باز میگه الله تبارک و تعالی میگه ای در آتش جهنم میاندازد، در آتش جهنم. بیایم اگر میخواهیم که اسلام به صورت کامل و مکمل رعایت کنیم، نه تنها یک قسمتشه، نه تنها یک قسمتی که خوش ما بیاید، الله تبارک و تعالی در آیه که ما پیشتر تلاوت کردم فرمود که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مسلمان ها، ای کسانی که شما دعوای ایمان دارید، تنها ایمان و اسلام با شعار اسلام هیچ وقت در هیچ برهه از زمان از صدر اسلام گرفته تا کنون با شعار پیشرفت نکرده است. صحابه رسول، تابعین، تبع تابعین الی یوم القیامه، هر ملت و هر امتی که از طریق عمل اسلام بروز دادن او ملت و او امت کامیاب بوده، اما کسانی که شعار دادن اما در عمل صفر بودن، اونها ضربه مستحکم بر پیکره بزرگ اسلام وارد کردن. قرآن میفرماید که اگر خود مسلمان میگیری، دعوای اسلام داری، دروغ ترک کن، منافقت ترک کن، غیبت ترک کن، مال مردم خوردن ترک کن، غصب و غاصبی را ترک کن، تمام نظام اسلامی را رعایت کن، نه تنها اسلامی عزیز که نمیگه ادخلوا فی السلم کافه تنها در قسمت نماز، در قسمت روزه و زکات و بخش عبادات، گفتم که در تمام موارد اسلام گپی خود داره. در تجارت تاجر است خیانت نکن، اگر در سیاست است نظامت باید نظام اسلامی باشد، در حرفه و در صنعت، در تمام، در بخش عبادات و عقاید و معاملات و معاشرات بالعموم باید نقش قدم اسلام باید بگیری و پیش بری، و این نتیجه کامیابی و پیروزی است که الله هم در دنیا برای ما و شما به ظهور میرسانه و هم پس از مرگ ما نتیجه خوبی از این لمس میکنه. میفرماید که خب وقتی که چنین است، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، میگه از گامه های شیطان پیروی نکن. چرا؟ انه لکم عدو مبین، این شیطان است که دشمن واضح و آشکار ما و شماست. و ان هذا صراط مستقیما، اسلام راه راست است، هیچ وقت پیروان خود اسلام به انحراف نمیکشاند، همیشه مسیر درست و مسیری که با عقل ما، با منطق ما سازگار
دارد به همون طرف سوق میده اسلام عزیز، میفرماید که و ان هذا صراط مستقیما، ای اسلام راه راست است، ولا تتبعوا السبل، اسلام یکی است، نور یکی است، الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، ظلمات و بدی ها را جمع میاره قرآن، اما نور یکی است، همه دنیا همه دشمنان اسلام به خاطر خاموش کردن همه یک نور شب و روز تلاش میکنن که این نور خاموش شود، اما الله تبارک و تعالی خودش ضمانت تذیره میکند که نه، این نور خاموش نخواهد شد، شما میخواهید که خاموش باشد، اما الله نمیخواهد که این نور خاموش باشد، الله میخواهد که نور به مرحله آخرش برسد. الله میفرماید که ولا تتبعوا السبل، شما میگه از راه های دیگه پیروی نکنید، فتفرق بكم من سبيلي، از راه اصلی شما متفرق میشید، ان الذين فرقوا دينهم، میگه کسانی که دین خود را تک تک و پاره پاره کردن، و كانوا شيعا، گرو گرو شدن، هزارها حزب و هزارها، به هر حال به خاطر تمام اینها یک ضربه بزرگ به اسلام عزیز است، میفرماد که ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا، به پیامبر میفرماد که لست منهم في شيء، تو دیگه هیچ ارتباطی با اونها نداره، کسانی که به خاطر تخریب دین تو حرکت میکنن و میخوان که به این پیکره عظیم و بزرگ دین تو ضربه مستحکم وارد کنن، دیگه تو هیچ ارتباطی با اونها نداره. به هر حال از الله تبارک و تعالی میخوایم که پروردگار عالم به همه ما و شما توفیق عمل نصیب بگردانه که با تمام وجود در اسلام داخل شویم و با جسم و روح و روان و با تمام اعضا و جواره خود اسلام در زندگی خود پیاده کنیم و ان شاء الله نتیجه خوبی اسلامی که ما اگر رعایت کردیم هم در دنیا میبینیم و هم پس از مرگ نتیجه خوبی از این لمس خواهیم کرد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم برحمتك يا ارحم الراحمين.